کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند بافته های رنج نوشته علی محمد افغانی بخش دهم. ده عروسی به خوبی خوشی برگزار شد و دو روز بعدش من طبق گفتگویی که مادرم کرده و قراری که گذاشته بود پیش دامادمان، من که ملکی دوز آبادی بود به شاگردی رفتم خدا حافظ دشت های گسترده تیرون و ای باغ های انبوه اسپیا جون ای کوه و ای قنات ها ای جاده های خاکالود من دیگر رنگ شما را نخواهم دید خدا حافظ دوران کودکی و بیغمی ای آزادی ای سایه های خوش کوچه ها ای آفتاب بلند ای بارانهای بهاری که وقتی بر چهرم شلاق میزدید و خیس آب چکانم میکردید میلرزیدم ولی می‌خندیدم. ای حشرات زیر بوتاها و گنجشک‌های روی آسمان ای قنترقه های لب جویها. این من یه قنطرقه و تلفظش متاسفانه در هیچ فرهنگ لغتی که در اختیار من دست پیدا نشد که هرچه محکمتر به زمین چسبیده بودید بیشتر دوستتان داشتم ای دوستان من خرچنگ های کنار جوغ شاه ای هرباها ای جغت ها ای امام زاده که هرگز دوست نداشتم قدم به سحن حیات بزرگت و آزتانت بگذارم مگر برای دزدیدن پولهایت پول هایت من دیگر روی شما را رو نخواهم دید یادم می روزی که بعد از هفت ماه دوری و قربت از سفر کرمانشاه به اسفان برگشتم که دیر وقت شب به آبادی رسیدیم من خسته بودم و خوابیدم ولی صبح قبل از سر زدن آفتاب از خانه بیرون رفتم دور آبادی چرخی زدم و چون صبحانه نخورده بودم زود برگشتم مادرم گفت تو این صبح سرما بیرون رفتی چیکار؟ کار؟ خاطر جمع شد که کوها و رودخونه ها سر جاشون هستن و باد اونا رو از جاشون نکنده و نبرده رفتی و عباب جمعی خود تحویل گرفتی؟ آری باید بگویم که من عاشق بی در و آر این کوه ها و رودخانه ها و همه یه طبیعت شکوفایی بودم که در آن چشم به دنیا گشوده بودم و ظاهرا در آن نیز می باید می مردم. من چوپان بی رمی دشت ها و ناخدای بی کشتی ابرهایی بودم که از یک گوشه به گوشه دیگر آسمان نیلگون می رفتند و هر لحظه شکل و هیئت دیگری به خود می گرفتند. در عالم بیکاری و بیهنری هزاران پیش و فن داشتم که اکنون با آمدم به دکان ملک دوزی و قبول شاگردی پیش دامادمان همه آنها را از دست می دادم. گفته بودم که شغل اصلی و اولی شوهر خواهرم دلدوزی بود. دل یا به لفظ شهری ها دلو از چرم گاو با دسته ای از خودش که به کار کشیدن آب از شاه می خورد و مصرف فراوان داشت. با زیاد شدن اتومبیل و به بازار آمدن لاستیک چرخ دلهای چرمی کم کم جای خود را به دلهای لاستیکی داد که ارزانتر بود و اگر خوب دوخته میشد دوام بیشتری هم داشت صبح به صبح من به دکان میرفتم کلید داشتم قفل را میگشودم دوتا میله آهنی بود که چپ و راست روی هم میافتاد آن را رها میکردم تخت را که سنگین بود و روی سرم میافتاد برمیداشتم و وارد دکان می شدم. دلو و دلو چه ها را با یک چوب چنگکدار بر می به میخای بیرون می آویختم و به نظافت داخل دکان می پرداختم. شوهر خواهرم علاوه بر دل ملکی هم می دوخت. زیره را از جای دیگری می خرید و روی را از جای دیگر و این دوتا را به هم می و پرداخت میداد. یعنی که نخود شرم زیادیش را با قیچی می برید کسافتهایش را می گرفت، با کتی را صاف می کرد و آن وقت گل گیوه می مالی تا سفید می شد. با سنگ مهره برقش می انداخت و می کنار برای فروش. زیره عبارت بود از مقداری پارچه که تیلماره تیلماره با کتی را به هم می چزبندند. چهار دوال که از پوست خر بود توی آن می و با مشت محکم می گفتند. نوک آن را زهی می کردند که خام گیوه نامیده میشد. از فوس گاو بود و دوالها را نگه می داشت. کمرش باریکتر دوخته شده بود و دور آن تخت کشها نخ پرک کشیده بودند. این گیوه گاهی تا پنج سال کار میکرد و آن زمان میان روستا و روستاییان هیچ پای افزار نبود که بتواند جایش را بگیرد. روز اول که مادرم مرا حاضر کرد و برای شاگردی به دکان برد مشقربان روی چهار پایش نشسته بود دسته یه دل درست میکرد گفت بچه رو آوردی کار خوبی کردی اگه زودتر از این اونو آورده بودی حالا برای خودش اوسا بود مادرم گفت مشقربان شما قوم و خیش ما نیستید شما بیگانه اید گوشت و پوست اون از تو استخونش از من میخوام هر تربیتی که میتونی در حقش دریغ نکنی. این دو گفت مرا گذاشت و رفت مشقربان گفت اولین درس اوستاگی من به تو اینه که هیچ وقت بیکار نیستی میبینی من در حقیقت از سایه کاری ندارم بکنم دسته دول میدوزم وقتی که سرباز بودم فرماندهی داشتیم به ما میگفت سرباز خوب هنگام بیکاری اصلهش رو پاک میکنه فامیلی چون واقعا نفهمیده بودم چه میگفت و منظورش دقیقا چه بود با خوشحالی سطح دادم و او دوباره گفت دومین درس او ساگیم به تو اینه که قدر مزدی رو که میگیری بدونی من به تو روزی ده شایی موز میدم روزی ده شایی پول کمی نیست از مشتریارم میتونی شاگردونه بگیری من بدم نمیاد کم کم راه اون رو یاد میگیری من خودم آدم پول دوسی هستم بدم نمیاد اگر تو هم همین طور باشی بعدها من دیدم که او در این دو چقدر راست میگفت و چگونه خودش را خوب شناخته بود دوستانش می آمدن توی دکان پهلوی او به صحبت و اختلاط می نشستند و ساعتها وقت می گذرانیدند. ولی او هیچ وقت دستش بیکار نمی ماند. کند کار بود و لفتش می داد ولی بیکار نمی ماند. کسب و کارش می گشت یا نمی گشت او بیکار نبود. حرف هم که می زد دستش کار می کرد. اگر گاهی این دوستان سفارش خوردنی می دادند که من میرفتم میگرفتم با آنها شریک نمی شد و طوری خودش را بیگانه و بیعتنا نشان میداد که من هم خودم را از فیض خوردن محروم میکردم و هرچه تعارفم میکردم تعارف آنها را رد میکردم روی یک کاغذ این جمله را نوشته به دیوار زده بود چون میخواهم همیشه شما را ببینم از دادن نسیه و وجه دستی معذورم به هر حال روز دوم نزدیکای ساعت ده صبح من پول داد رفتم از دانوایی یک نصف نان سنگک تازه و بعد کاسه ای کل پاچه گرفتم و آوردم. همانطور که به خوردن مشغول می شد گفت صبح که از خونه بیرون میام طبق عادت سربازی چیزی نمی خورم. تو چطور رزوان؟ گفتم من می خورم. چی می خوری؟ نون پنیر چای. در همان روز پاتختی که توی ایوان پهلوی او رفتم و خواهرش برایم چای یا بردیادم می آمد که گفته بودم نمی خورم و عادت ندارم. حالا نگاهم کرد و گفت آدم دروغو کم حافظه میشه تو چای نمیخوری؟ جواب دادم بله چای نمیخورم از زبونم در رفت پنه چطور؟ اگه باشه میخورم اگه نباشه نمیخورم مادر تو سایر افراد خانواده چطور؟ اونا چای میخورم؟ چای آن روزها هنوز در آبادی ما یک چیز تجملی بود و همه کس نمیخورد از این گذشته بعد از عروسی خواهرم ما اصلا بسات چای خوری نداشتیم زیرا مادرم سماور و سایر اسباب آن را به عنوان جهاز به او داده بود ما هنوز داماد را به خانمان پاگوشا نکرده بودیم و او از وضع داخلی ما چندان آگاهی نداشت دیدم نمیتوانم دروغ بگویم گفتم مادرم به جای چای گلگاه زبون میخوره که خاصیتش بهتر از چایه گفت حالا که تعارف بکنم که بیا با من در خوردن شریک شو چه میکنی من سکوت کرده بودم با خودم گفتم اولا تو هنوز تعارف نکرده ای و بعد همین که یک لغم بیشتر ته کاسه نمانده است که آن را هم همین حالا خواهی خورد همین طور هم شد او لغمه را خورد کاسه خالی را به من داد تا ببرم لب جوی و بشویم نگاهش گویی به من گفت مثل همون گیوه ها که هر کدوم چهار دوال دارن چنان دوالی از پشتت بکشم که خودت هز کنی متحیر مانده بودم که این دیگر چه نوع آدمی است آیا اصلا در زندگی اخلاق او این بود که میخواست به اصطلاح درس ادب و انضباط به من بدهد اگر او لغمه آخر را ته کاسه میگذاشت که من میخوردم مثلا چه اتفاقی میافتاد به قول معروف لغمه کاری نمیکند محبت را زیاد میکند یا شاید فکر میکرد اگر به من محبت نشان بدهد لوس بار میآیم مگر بیگانگی تا این حد ممکن بود روز سوم همان ساعت طبق برنامه کاسه را برداشتم و دنبال فرمان از دکان بیرون آمدم از کل که برمیگشتم دیدم کل چه انقری کلپام پام کند درباره خودم بگویم که اصلا تا یادم می آید بچه شکموی بودم هیچ وقت نمی توانستم خودم را نگه دارم نه تنها من بلکه برادر مرحومم رحیم هم همین طور بود شاید به راستی ما در خانه تربیت درستی ندیده بودیم وقتی که مادرم در مطبخ مشغول پختن یا سرخ کردن غذایی بود اگر میرفتم پهلوی دستش می ایستادم نوک قاشقی به دهانم میداد و میگفت نرینت نتوکه نتوکت یعنی آب نشود و به زمین بریزد در خصوص برادرم می گفت یک روز که آشپزی میکردم کنارم توی مطبخی ایستاده بود چهار ساله بود و شلوار به پا نداشت تو هم تا چهار سالگی شلوار به پا می کردی فراموش کردم آشقی به او بچشانم نگاه کرد و چشمانش دو دو زد و ناگهان دیدم که نرینش ریخت من هم فورم با قاشق از زمین جمعش کردم و دوباره دادمش به دهانش اگه نمیدادم مردیش از بین میرفت خب برادرم زنده نمان تا ما ببینیم چه وضعی پیدا کرد و مردیش از بین رفت یا نرفت ولی به هر حال این عقیده مادرم بود که خود از دیگران شنیده بود نزدیک در یک خانه کاسه را روی سکونه آدم. درش را برداشتم ببینم فروشنده به من کم داده از یا زیاد مقداری آب زرد مایل به سبز بود با یک تیکه سیرابی زبان و شیردان هم داشت که زیر سیرابی بود هر کاری کردم نتوانستم تیکه ی از سیرابی را بکنم. گویا فقط با دندان میشد کارش را کرد. از خیرش گذشتم و به این بس کردم که دو یا سه بار به قدر کف دستی نان پاره کنم و توی آبگوشت بزنم و قبل از آن که خیس بشود به دهانم بگذارم. هوا سرد بود و غذا یخ می کرد و می ماسید. زود به دکان آمدم. مش منتظرم بود. تکه پاره های لاستیک و چرم و کهنه را با دست از روی تخت کنار زد. کاسه را گرفت، حریسان نان را از رویش برداشت. ولی فهمید که دست خورده است. خیره به من نگاه کرد و گفت تا نون تو این زدی؟ من بدون هیچ تردید و تعملی از جا پریدم و گفتم قسم میخورم که نه، برواه بدرم، به خاک برادرم، همطور که به دستم داده بر شما آوردم. نمیدانم باور کرد یا نه ولی از پشت کارش بعد و گفت پس بلند شو بلن شو بریم من باید یه چیزی به این کله پز بیشعور کل پوک بفهمونم آبگوشت پساب مشتری رو که توش تلید نون هست بر من داده دیدم دکان دور سرم به گردش در آمده است مثل وقتهایی که آدم تاب میخورد و ناگهان میایستد دیدم زمین از زیر پایم دارد میگریزد نشسته بودم ولی میخواستم بیفتم و کلم بخورد به تاق دکان که از بالا زیر پایم آمده بود نمیدانم چه قیافه پیدا کرده بودم همینقدر به او گفتم نه شما لازم نیست بیاید میبرم اون رو عوض میکنم فکر کرد و گفت خیلی خوب ولی بگو که این بار آخرش باشه چشماتو چهار تا کن و ببین چه آب تو کاسه میریزه چند تا پیازم ازش بگیر ظهرها یک ساعت نهاری داشتم که به خانه آمدم. ولی خود او توی دکان می مند. همان غذایی که ساعت ده خورده بود و قید از کل پاچی یا جگر یا دنبلان گاهی عبارت بود از نان و پنیر خالی نهارش بود تا وقت غروب که دکان را می بست. قفل می کرد و کلید را به من می داد و می رفت به خانه. با اینکه خواهرم هیچ وقت در این خصوص ها چیزی به ما می گفت ولی آنطور که خودمان حد زده بودیم نهار چون شوهرش نبود با لغمه نانی خودش را سیر می کرد و صبر می کرد تا شبه. صبحا هم صبحانه نمی خورد و غذای آنها در 24 ساعت شبانه روز فقط یک وحل شامی بود که با هم صرف می کردند. پانزده ماه بود که از اسارت من می گذشت. دکان ما طرف نسال کوچه بود که در چهار فصل سال هیچ وقت آفتاب آن را نمی گرفت. حالا روزها تا کار داشتم کارم را میکردم کار که نداشتم میرفتم روی چارپایی دم در می نشستم و بیرون را نگاه میکردم در همه حال چشم های پر جذبه شوهر خواهر مثل شمر روی سرم بود و اجازه نمیداد مگر برای اجرای فرمان از دکان دور بشوم گاهی وقتا که دوستانش پیش او میآمدند و به صحبت می من ضمن اینکه به صحبتهاشون گوش میدادم دستم به کار بود بازی می کردم با هر چه دم دستم بود ناگهان روی سرم تشر می زد. بازی نکن همین عادت زشتی که بعدها خود من یاد گرفتم و بی جهت و با جهت روی سر زیر دست داد میزدم و ناراحتشان میکردم. کردم وسط کوچه جوی آب می گذشت که زنهای دور و حوالی می آمدند کهنه بچه یا ظرفها و لباسهای خود را می شستند. و طرف دیگر آن زمستان ها وسط روز آفتابی می افتاد. ولی من فقط وقتی می توانستم از جوب آن طرف بروم که منقل را آتش کرده بودم و می خواستم دودش برود یا اینکه که گیوه ها را گله گیوه زده بودم می باید جلو آفتاب بگذارم که خشک بشود. گاهی مدت ها می که سایه خودم را ندیده بودم. چقدر آفتاب مفت بود و من قدرش را نمیدانستم. در عالم بچگی خیلی چیزها مفت بود و من نمیدانستم آن روزها که سرازاد و بیخیال صبح راهی اسپیاجور می شدیم و بعد از گمال گشت های طولانی عصر دوباره به آبادی برمیگشتیم می گشتیم هر دوبار آفتاب از پشت سر به ما میتابید تابید و سایه های ما پیشاپیش پیش ما می تابید. مثل کسی بودم که دنبال سایه اش می گشت آن را نمی یافت. میان قصه و مسئله هایی که در سینه پیرزنان و پیرمردان هست که برای نوه های خود میگویند هرگز داستانی بوده و هست که کسی دنبال سایهاش میگردد آن را پیدا نمی کند. در سالهای بعدی خیلی بعدتر یک روز جلو بازار تازه اصفهان قدم میزدم بیکار بودم و اهمیتی نمیدادم که وقت بی ارزشم کجا و چگونه تلف می شود. پاسپانی آنجا می گشت بعد از آنکه مدتی توی نخم رفته و زاخسی ها هم را چوب زده بود نزدیکم آمد و پرسید اینجا کار میکنی؟ دنبال چی میگردی؟ گفتم آره دنبال سایم میگردم خیلی وقت گمش کردم مچ دستم را گرفت و گفت بیا تا به تو نشان بدهم خیال کردم میخواهد ببردم آفتاب دیدم میرود به طرف کلانتری کارخانه ما برچه شده و خوابیده بود و ما کارگرانش یتیم که توی خیابان های شهر ویلان و, و سرگردان می گشتیم و به قول بچه ها دهن من برای گوز هوایی ایواز بود. کارت کارم در جیبم بود. نخواستم اون را به اون نشان بدهم. با خود گفتم چه کارش دارم بنده خدا. او هم باید کاری انجام بدهد. قدری مرا برد و آزادم گذارد حالا کاری به این ندارم که من چسبیدم به او و گفتم حتما باید برویم کلانتری. خنده هم میگیرد. کارت کار را با اینکه سالها بود کارگر کارخانه نبودم و این آخری ها که گواهی نامه رانندگی نگرفته بودم همیشه توی بغلم همراه داشتم. در کارخانه که بودم هیچ وقت به دردم نخورد ولی بیرون کارخانه چند بار به دادم رسید و از مشکل نجاتم هم داد. به هر حال من دنبال سایم میگشتم ولی قابل از آنکه همان وقتی آن را گم کرده بودم که پدرم مرده بود. یکی از همان روزها که یادم میآید اول بهار بود و لک لک ها به آشیانهای قدیمی خود برگشته و درخت ها شکوفه کرده بودند دم دکان روی چهار پایه نشسته بودم. پسی منطقه با کیف چرمی که همایل گردنش بود تند به طرف دکان آمد. نامهای دستش بود آن را به من داد و با همان سرعتی که آمده بود ناپدید شد. مشخوربان دستش توی چسب کتی را بود با اشاره ابرو به من گفت آن را جلو میزش گذاشتم. پشتش را خواند و صورتش را بالا کرد. نامه مال شماست. رزوان، تیرون، پشت امامزاده شازده احمد، دکان مشتی قربان ملکی دوز، زحمت کشیده به دست بیبی بی سنم سلطانی برساند. تا دیدم نامه برای ماست بند دلم پاره شد. روی پاکت از فرستنده نامونشانی نبود. ولی حرفی نبود که از کرمانشاه و از طرف خاله هم بود. غیر از آنها ما دیگر کسی را نداشتیم که برای ما نامه بنویسد. بعد از برگشتن از کرمانشاه این اولین نامه ای بود که دریافت می کردیم. خب قطعا آنها از قضیه عروسی خواهرم خبر داشتند که نامه را به نشانی شوهر خواهرم فرستاده بودند. و لابد بله دیگه. وقت دانسته بودم که موضوع طلبهایشان را پیش بکشند و از شش هفت ماهی حرف بزنند که چوب سر چوب روزی یک تومان و یک من نان به ما میدادند. نان در کرمانشاه منی سی شاهی و به همان قیمت گندم بود. غیر از این یک تومان خرج روزانه که حسابش روشن بود و خارج ای که برای ما پیش می آمد و همه را ناصر قلی از جیب فتووت خود میداد. قلم های دیگر از بدهکاری های ما بود. آن علنگوها یا نمیدارم دستبندی که خالجانزری برای روانه کردن ما برد به بازار و به قیمت نصف فروخت و, و پولش را جیرینگ ریخت توی دست مادرم آیا مفت و بیعوض و در راه رضای خدا بود پدرم موقع خداحافظی با آنها حالتش حالت قهر و رنجش بود به گفت که به محض رسیدن به تیرون طلبهایش را برایش خواهد فرستاد و خودش را از زیر بار دین خلاص خواهد کرد. اما شاید همین دین و فکر مداوم آن بود که او را خاک کرد. تأثیر این دین روی مادرم هم کم از پدرم نبود. در سالهای بعدی که ما بزرگ و عقل بررس شدیم او اصلا نمیخواست نام خاله زری را پیش ما به زبان آورد. به طوری که جعفر برادرم تا زمانی که سربازی نرفته بود نمیدانست که در کرمانشاه خاله و پسر خاله ای دارد و بعد که فهمید و حوض کرد تا برود و آنها سر بزند مادرم هشدارش داد و گفت نه نه هر وقت کار و کاسبی خوبی پیدا کردی و پول دار شدی که تونستی بده کاریای ما رو به خاله و شوهر خالت بدی به کرمان برو ما پیش اونا حالا آبرو این و اصلا هیچ دور نیست که به خانتور عوض اون طلب ها گروه نگه دارن به هر حال بگذاریم این نامه مرا سخت توی فکر برده بود نمیدانم شاید تا به حال سگی در خانه داشته اید و پیش آمده از کورا به علت تقصیری بزنید و چوب را کنار بگذارید و بروید بعد از رفتن شما آن سگ که با حالت غمگین و دلازرده پوزش را روی دستش نهاده از تجربه کرده اید که چطور به چوب نگاه می کند من هم روی چارپایه همونطور به نامه نگاه می کردم. به مشغولبان گفتم اجازه میدی ببرم به مادرم نشون بدم آفتاب را نگاه کرد و گفت تا غروب خیلی مونده دوکنه که بستیم با, با هم میریم مگر اینکه کسی بعد اون رو برای مادرت بخونه این دیگر غیر ممکن بود این دیگر بدبختی و بی‌آبرویی بود که شوهر خواهرم بفهمد ما در کرمانشاه چه گندی بالا آورده بودیم آنقدر درمانده و بیچاره بودیم که خرج کفن و دفن برادرم را ناصر قلی داده بود خب در نامه حتما همین چیزها را نوشته بود روزهای اولی که تازه خواهرم به خانه شوهر رفته بود مادرم همیشه به ما یعنی به او و من توصیه می کرده. که نکند یک وقت از دهانمان در رود و در خصوص و مسیبت هایی که در کرمانشاه دیدیم لام تا کان چیزی پیش مشبول بان یا هر یک از کسان او به زبان آوریم خودش هر وقت کسی ازش میپرسید که کرمانشاه رفتید برای چه و چه کار کردید با کنایه مخصوصی میگفت هیچی رفتیم قرضی داشتیم دادیم و اومدیم و منظور او از قرض همان برادرم رحیم بود که جنازهش را تحویل قبرستان داده بودیم مادرم به من توجه میداد میگفت بچه گوشت با من هست یا نه مثل دایی بیمنید احمد نباش که به خاطر مجیزگویی حرف ننه باباش رو پیش هر سکسوتهی می برد و از اونا بد میگفت و رازهاش رو فاش میکرد. فقط بر اون که مردم رو بخندونه به او گفتم نه نه یعنی حتی نگم که برادرم در کرمانشاه مرد و خاکش کردیم چرا؟ مردن همه جا مردنه ولی چطور مرد و چطور خاکش کردیم و مسئله بیکاری پدرت رو که راست رفت و خمیده برگشت و خیلی چیزهای دیگری که میدونی نباید به کسی بگی. لازم نیست همچین حسن علی راستگو باشی که هر کس هر چیزی ازت پرسید بی کم و کاس کف دستش بذاری و یادت میاد که ناصر همون ناصر قولی که خودش داماد ما بود در خصوص داماد چی میگفت؟ داماد خوب خنجری یزیده، نه داماد خیش و قوم میشه، نه پنیر قاطق نان اگه ما پیش دامادمون آبرویی نداشته باشیم، خواهد تو هم در خونه اون عزتی نخواهد داشت، حالا فهمیدی؟ فهمیدم نه, نه. خوبم فهمیدم اگر هم نفهمیده بودم همان چند روز اول شاگردیم پیش داماد ما به من خوب فهماند که مادرم چه میگفت به هر حال من ناراحت شده بودم به شدت هم ناراحت شده بودم پستچی با این نامه که به در دکان ما داد و رفت ازرائیلی بود که مرا قبض روح کرد و رفت دعا میکردم حادثه ای پیش بیاید آتش سوزی زلزله طوفان که در آن میان این نامه به کلی از بین برود هرچند خود من و داماد ما با دکان و هرچه در آن بود نیز از میان میرفتیم اهمیتی نداشت زیرا بحثی نبود که مشغولبان برای خاندن نامه به خانه ما میآمد گاهی اوقات ممکن است نزدیکترین کس آدم نامحرمترین کس او بشود و این یکی از همان وقتها بود خواستم دروغی سرهمبندی کنم و مثلا بگویم که امشب مادرم به خانه نمیآید دیدم از این حرف بدتر چیزی نیست. او چسبکاریش تمام شد. دستش را با کهنه پاک کرد و برخواست لب جوب رفت تا آن را بشوید. من نامه را برداشتم پشت و رو وزیرش را نگاه کردم. در پاکت گویی باز شده و با توف آن را چسبانده بودند. فقط به پفی بند بود. آن را گشودم نامه را بیرون آوردم و در جیب بغلم گذاشتم. در پاکت را کمی کتی را که توی قوطی حلبی روی میز بود زدم و دوباره چسباندم محکمتر از اولش که بود ابدا معلوم نمیشد که میان آن نامه هست یا نیست مگر که بگوییم از روی وزن که آن هم موضوعی دور از احتمال بود مشقربان اصلا هنوز دستش به این نامه نخورده بود و تازه اگر هم خورده بود باز در تصورش نمیگنجید که در آن فاصله نیم دقیقه ای من چنین کاری کرده باشم او تا آمد در دکان را تخت کرد و گفت را بیافت بریم نامه را برای ننت بخونم به خاطر نامه امروز زودتر از همیشه دکان را بستیم و راه افتادیم هنوز دو ساعتی تا غروب آفتاب داریم آفتاب از سر بام ها نپریده است حالا توی خانه ما هستیم من لب فشرده اما سکوت کردم مش قربان شوخی و مزاحش گرفته است با لحن فالگیرها و کتاب به مادرم میگوید شما دیشب خواب خوشی دیدید که تعبیرش در اومده چیزی پیدا کردید یا کربلا و مشهد رفتید یا مسافری داشتید که از راه رسیده من هنوز نمیدارم واقعا چه بگویم و چه بکنم و اصلا لازم است آنجا بنشینم و شاهد مسخره شدن همه آنها و به خصوص مادر بیچاره ام باشم یا اینکه برخیزم و به بهانه دست به آب رساندن از اتاق خارج شوم و تا رفتن مش اصلا پیدایم نشود لبخندی به لب دارم که اگر نداشتم بهتر بود مادرم متعجب و مشکوک نگاهش می کند چطور مگه خبری شده؟ خب این که نمیشه از کرمانشو از خواهرت و پاکت را در می نشانش میدهد میگوید باید ببرم برای زهرم بخونم. مادرم پاکت را میگیرد زیر و بالا میکند. یافش قیافه بدهکاری است که حکم جلبش را به دستش داده میگوید پس اون از عروسی زهر خبر دارم. از کجا خبر شدن؟ کی به اونا گفته؟ من چیزی به اونا ننوشته بودم. مش قربان میگوید چطور ننوشته بودی؟ آخه من سواد ندارم. میدونی من مینوشتم. تعجبه که زهرام از من نخواست. مادرم که سواد نداشت گویی باز کردن در پاکت را هم فن یا هنر یا تخصصی در ردیف همان سواددار بودن میدانست که فقط از عهده جماعت با سوادان برمیآمد آن را دوباره به شوهر خواهرم برگرداند و او همانطور که ایستاده بود از میان تاقش قیچی را برداشت سر پاکت را پاره کرد ولی چیزی توی آن نبود حالا منظره را تماشا کنید او پاکت خالی را به دست این میدهد تویش را نگاه می کند این به دست او به چشم خود اعتماد نمی کنند تویش را دست میکشند ولی نه جاتر است و بچه نیست مادرم بالاخره به زبان میآید. یعنی میگه نامه را نوشتم ولی یادشون رفته تو پاکت بذارن شوهر با نوعی گیجی می گوید شاید گذاشتن شاید گذاشتن گذاشتن ولی کسی اون رو در برده مردم سرما را از چش بیدار می دوزدن. نامه را تو پاکت نمیتونم بدزدم یک لحظه سرم پرید مادرم گفت آخه نامه به چه درد کسی میخوره شاید پولی هم جفت اون بوده وقتی که من سرباز بودم یه پوزشی بود که نامه ی پادگان رو ما رو میگرفت و می آورد جلو آفتاب میگرفت یا دست میکشید که پول توشون هست یا نیست پدر یا مادری در شهرستان یا روستا میخواست برای پسرش که سرباز بود مختصری پول بفرسته نمیرفت به بانگی یا دفتر پست حواله قباله کنه و سر جور معطلی بکشه نه حوصله این کارا رو داشت نه اصلا راهش رو میدونست و از این گذشته دو تو چی بود که ارزش این همه زحمت ها رو داشته باشه اون رو لای نامه توی پاکت میگذاشت درش محکم میچسبوند و تم رو هم درست روی درزش میچسبوند و میونه صندوق میانداخت خب این نامه دیگه هرگز به دست گیرنده نمیرسید بار دیگه میرفت اون رو سفارشی میکرد نامه به دست گیرنده میرسید ولی پولی زمینه اون نبود یه قسمت از خطش هم سیاه شده بود که نمیشد خوند مادرم گفت ولی من مطمئنم که هیچ وقت پول با نامه نفرستادن خب برای چی باید پول بفرستن؟ شوهرخوارم به من نگاه کرد گویی تصدیق حرفش را از من میخواست من سرم را پایین نینداختم و از این بیمی نداشتم که مستقیم توی چشمهایش نگاه کنم گفت خب شاید توی نامه از شما خواستن که با پول اون چیزی بر اونا بخرید و بفرستید یه صفر قلم کار جفتی ملکی چه میدونم از این قبیل چیزا و من گفتم ممکنه ای بر پدرشون لعنت وقتی که مش قربان از خانه ما رفت و من مطمئن شدم که دیگر برده می گردد. نامه رو از بغلم بیرون آوردم و به مادرم گفتم دوست نامه غیر از من کسی نبوده ننه. پیش از اون که عصبانی بشی و, و منو بزنی با خودت فکر کن ببین. شاید فلواقع صلاح کار همین بوده که من کردم. این نامه رو از کرماشو به ما ننوشتن مگه برای یادآوری طلبایی که از ما دارن. وگر نه چرا تا به حال نمین و تو خودت به من گفتی که مشغول و اقوام تازه ما نباید این موضوع رو بدونن مادرم گیج بود دامه رو از دست من گرفت و گفت از کجا میدونه که توی این نامه چی نوشته مگه کسی اون رو بر تو خونده نه کسی اون رو بر من نخونده همینطوری فکر میکنم مادرم نامه را توی پاکت گذاشت و در حالی که بر میخواست و چادرش را به سر میانداخت گفت وقتی بریم بدم کسی اون رو بخونه این سرای بیابی که تو میتراشی دیگه از این سرای بی آب برادرم جعفر توی دالان ونگ میزد خواست دنبال ما بیاید مادرم مف او را با دست گرفت و به دیوار مالید به خواهرم خدیجه گفت ما واسه بهش باش ما حالا برمیگردیم و هر دو از خانه بیرون آمدیم مادرم هر وقت یک کار جدی داشت که در کوچه دنبال آن میرفت خودش را بیشتر توی چادر میپیچید سعی داشت هیچ کس صورتش را نبیند میدانستم قصد کجا را دارد خانه امو میرزا علی نقی که کور سوادی داشت. خانه آنها محله پایین بود که برای رفتن به آنجا اگر نمیخواستیم از میان حسینیه برویم میباید کوچه پس کوچه های زیادی را طی بکنیم. دست مرا گرفته بود دنبال خود میکشید. به داخل حسینیه که قدم گذاشتیم دستم را رها کردم و گفتم امو میرزا اینه خودشه مگه نمیخواستی خونه اونا برید. پیرمرد با حالتی از خود بیگانه که میشدم را خلصه ی پیری نام نهاد. اسایش را میان دو پایش گرفته کنار دیوار نشسته بود. پرواز کبوترهای توی سحن و آمد رفت مردم را نگاه می کمیش که همیشه شامگاهان معناهای مخصوصی داشت. مادرم پهلویش رفت کمی ایستاد متوجه ما نشد یا اگر شد نشناخت. آهسته دست روی شانه اش گذاشت و گفت امو میزا سلام نمیخوای بیای خونه او عینک به چشم نداشت شاید به همین علت فاصله نزدیک را تشخیص داد. سرش را بالا کرد و گفت بیام خونه چیکار کار شما اینجا چه میکنید مادرم گفت نامه دارم که آوردم برام بخونی نامه چه نامه ای؟ از کجا اومده کی فرستاده من که چشم و چار درستی ندارم ببینم خطش چطوره از وقتی مکتبا و مدرسه شده هر خطی رو نمیشه خوند. مادرم نامه را از زیر چادرش به او داد. آن را دور گرفت و گفت خب از همین حالا میگم که این خط جن رو نمیتونم بخونم. کی اونو نوشته؟ میدونید؟ شاید حمید خوهر زادم. آره خط اونه یقین دارم. اما میرزا میگوید تو که سواد نداری بچه از کجا یقین داری؟ خب چرا بچه تو نفرستادی سواددار بشه که حالا منت منو نکشید دختر؟ برای اون که اون وقتی که وقتش بود تو که سوادر فامیل ما بودی نگفتی اونو بفرست ما هم نمیدونستیم که روزی کسی پیدا میشه و از راه دور نامه برامون منویسه که بعد به یه نفر بدم اونو بخونه حالا به چه کسی بدم اینو بخونه که دشمنم در نیاد و کوس ما از بام نندازه شاید در همین نامه سردی رازی یا حرفی باشه که بیگانه نباید از اون باخبر بشه اینجاست که میفهمم خبت کردم دیر شده یا نشده من نمیتونم این نامه رو بخونم عینکم پهلوم نیست میریم خونه عینک اونجاست تا بریم خونه هوا تاریک شده و در هوای تاریک چشمای من اصلا کار نمیکنه میمونه برای صبح شیخ جوانی که آرخالق قهوهای به تن دارد و امامش را پس سرش نهاده است از میان سهم میگذرد از پیشانیش آزادگی میبارد اما میرزا او را صدا میزند به سوی ما میآید میایستد مادرم میگوید نه صبح می کنم تا صبح نمیخوام وقت آقا رو بگیرم شیخ بدون اینکه دانسته باشد با او چه کاری دارند عضلات صورتش تاب میخورد و میگوید عذر میخواهم شرمنده هستم باید به نماز جماعت برسم مسجد دور است نمیتوانم بایستم و از ما دور میشود مادرم روی یکی از سکوهای حسینی کمی دورتر از امومیرزا میرزا می نشیند. با خودش فکر می کند که پیرمرد را به حال خودش بگذارد و برود تا فردا صبح یا اینکه بنشیند و ببیند چه پیش میآید. هوا کم کم رو به تاریک شدن است. نیم ساعتی به همین حال می گذارد. من همان حدود سهن برای خودم می پلکم. چند بچه بیکار همسال خودم پیدا کردم و با آنها حرف میزنم. کبوترها را تماشا می کنم که بدون ترس از ما بلند می شوند و مینشینند و آرام را دور هم بغبغو می کنند. دوباره هیکل همان شیخ میان حسینی ظاهر می شود که نمازش را در مسجد خوانده و به منزلش بر چند قدمی با او پی او راه می روم. آقا حالا بازم عجله دارید؟ میاد برای ما نامه بخونید؟ این که گذشت ایام قبار فراموشی بر همه چیز پاشیده است هر زمان که آن روز را به یاد می روی سنگ نما در حسینیه آبادی و آن حالتی که مادرم با روی گرفت از زیر چادر و با گوشه چادر نام را به دست شیخ داده میز علی نقی اصایش را میان دو پایش گرفته و همچنان نشسته بود همه اینها گویی مثل کتیبه ای روی لوح دلم حک شده است کلمه به کلمه اش را یادم است نوشته بود ای نامه که می روی به سویش از جانب من ببوس رویش خواهر عزیزم را دعا و سلام می رسانم. امیدوارم که حال تو و یکی که بچه ها خوب است و روزگار را به خوبی و خوشی میگذرانید. اگر از احوالات ما خواسته باشی به همدلله همگی خوبیم و ملالی نداریم جز دوری روی شما که آن هم امیدوارم به زود یه زود مبدل به دیدار گردد خواهر جان دو سال است که رفته ای و ابدا نپرسیده ای که در یک گوشه دور افتاده خواهری داری که از انتظار و بیخبری بیمار شده است خواهر جان اگر نیامده بودی کرمانشاه و مرا ندیده بودی حرفی بود اما وقتی که آمدی میباید این فکر را می کردی که آدمی زاد یک مشت دل است نخشت و گل آدمی زاد از خودش میپرسد چه شد چطور شد چرا برای ما نامه نمیدهند خدا میداند هر بار شنیدم که یک اسفهانی به کرمانشاه آمده دوان دوان رفته ام ببینم اهل تیرون است یا نه بعد از آنکه از کرمانشاه رفتید همینقدر خبر داشتم که بچهت را زاییده ای و نامش را جعفر گذاشته ای از آن به تا همین هفته پیش نه مسافری از تیرون به کرمانشاه آمده نه من خبری از تو داشتم مسافری که هفته پیش به کرمانشاه آمد برای ما یک خبر بد داشت یک خبر خوش نمیدانی چه حالی پیدا کردم خواهر جان مرگ و زندگی همه که از دست خداست سر تو و بچه ها سلامت باشد باید صبر داشته باشی ولی خوب بود این قضیه را برای ما مینوشتی کاری برای تو نمیتوانستیم بکنیم ولی دست کم این بود که برایت تسلی خاطر میشد چه می شود کرد این هم تقدیر تو است خبر خوش هم این بود که زهرا را عروس کرده ای زنده باشی و دامادی رزوان و جعفر را به چشم ببینی خواهر جان شیخ جوان به اینجا که رسید مثل گرامافونی که کوکش تمام شده باشد ناکان خاموش شد چشمایش پیش پیش دنبال کلمات روی صفحه کاغذ می دوید ولی چیزی نمی گفت. مادرم حراسان گفت بخون چرا نمی خونی مگه خبر بدی نوشته؟ شیخ در همان حال که یک چشمش روی خطای نامه بود گفت ای نمی دانم شاید ننجون کیه؟ مادرم چشمایش گرد شد ننجون؟ مرده؟ شیخ ادامه داد خواهر جان هر چند باعث نراحتیت می مرا ببخش نمیتوانم برایت ننویسم و از این خبر ناگوار آگاهت نکنم از این به بعد بیمادر شدیم ننجان را میگویم خدا رحمتش کند این آخری ها چه مشقتی کشید تو که از داستان گل خوردنش خبر داشتی و همچنین آن دلدرد کهانهش که بعد از رفتن شما دوباره به سراغش آمد و یک دم راحتش نگذاشت ماه پیش چنان شدت پیدا کرده که روی زمین دراز می کشید و یک بند صدای آه و بلند بود و از آب تنها تر چیزی نمی خورد و دائما از من می خواست که روی سرش باشم هر زمان با خودم میگفتم حالا بمیرد یا ساعتی دیگر ولی خب او زندگی را دوست داشت دلش نمیخواست بمیرد برای بچه اش احمد نگران بود که بعد از مرگش بی سرپرست می ماند و معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا میکرد. او درد میکشید ولی رضایت نمیداد به مریضخانه ببریمش از مریضخانه میترسید از لباس سفید دکترها که کفن را به یادش میآورد میترسید بیچاره شوهرم حاضر بود از جیب خودش خرجش را بدهد بالاخره ما این خرج را برای او کردیم ولی موقعی بود که متاسفانه دیگر دیر شده بود او سهشنبه دهم ماه وقت عصر بعد از عمل جراحی در مریض خانه آمریکایی کرمانشاه جان تسلیم کرد خوب سر سلامت باشد این فرمان خداست همه ما قافله پیش و پسیم و باید برویم بعد از فوت نن جون مشکلی که برای ما پیدا شده نگهداری احمد است من خودم خواهر جان و اقرار می کنم که از نگهداری و تربیت او آجزم خیلی با خودم جنگ و دعوا دارم که این موضوع را برای تو بنویسم یا ننویسم با خودم میگفتم من که ناراحتم چرا دیگر تو را ناراحت بکنم از تو چه کاری ساخته است اگر پدر نداشت شوهرم هر طور بود زیر بار این مسئولیت میرفت ولی کربلایی از پدر او خوشش نمیآید نسور کارهایی میکند که ابدا زیبنده یک قوم نیست در مدت یک ماهی که ننجم توی خانه ما رو به قبل افتاده بود و من آب به گلویش می دادم یک بار نیامد بپرسد حالش چطور است ولی حالا بعد از فوتش بیا و ببین چه بسات در آورده کارش راول کرده از سر صبح که شوهرم هنوز بیرون نرفته می آید در خانه ما پشت به دیوار می دهد و می نشیند تا وقتی که شب دوباره کربلایی به خانه برگردد او از ما چه می خواهد ارس ارس زنش را از ما میخواهد ننجون لحاف پارده ای داشت که آورده بودیم توی اتاق زیرش انداخته بودیم زیرا گفتم که او به کلی زمینگیر بود و این آخری ها حتی دست به آب نمی توانست برود که گلاب به روی شما لین زیرش میگذاشتیم. آن را بردم توی کوچه جلوش انداختم گفتم بیا ارس زنت را بگیر و دست از جان ما بکش میدانی در آمد چه به من گفت؟ گفت علت از زنم اشرفی طلا لای پنبه های این لحاف دوخته بود. اگر هر کس نداند تو خوب میدانی خواهر که ننه آن وقت که وقتش بود برای ده شاهی که بدهد توتون بخرد به من بند بود. از کجا اشرفی طلا داشت که لای پنبه لحاف بدوزد؟ خوب در یک چنین وضعی من از کجا میتوانم احمد را پیش خودم نگه دارم؟ اولا سینه اش را سپر می کند و می گوید که خودش او را بزرگ خواهد کرد. دو من این که خود پسر هم دست کمی از پدرش ندارد. در تمام مدتی که مادرش مریض بود و ناله می کرد من قافل بودم و نمی دانستم. هر وقت فرصتی پیدا می کرد می رفت خانه در اتاق را باز می کرد و تکه ای از اسباب و وسایل فقیرانه ای را که داشتم می برد به بازار و می فروخت. یکی از خریدارانی که به او بدگمان شده بود یک روز مچ دستش را گرفته بود آورد به در خانه پیش ما خواهر عزیز این موضوع را اگر پنهان مانده بود و کسی نمیدانست برای تو هم نمی نوشتم ولی چه کنم که این درد دارد مرا میکشد گفتم احمد جون تو هنوز مادرت زنده است مگر وقتی خوب شد نمیخواهد دوباره زندگی بکند چرا این اسباب و وسایل را بردی فروختی مگر دعا نمی کنی که او زودتر خوب بشود؟ جواب داد دعا می کنم زودتر سقط بشود؟ خوب از بچه ای که توی خاک های کوچه بزرگ شده و نه از پدر و نه از مادر هیچ نوع محبتی ندیده است جز این چه انتظاری می توان داشت؟ وقتی که شنید مادرش مرده است حتی یک قطر اشک نریخت حالا بچه است نمیفهمد بزرگ که شد و به سن عقل که رسید گریه را آن وقت خواهد کرد خواهر جان آنقدر که من با تو درد دل کردم فرصتی به نویسنده ی نام جهت عرض سلام خدمت خاله عزیزش ندادم دوستان و آشنایان همه عرض سلام دارند تاج ماه و پسر امو حیدر، در مدتی که ننجون بیمار بود اینجا سر میزدند چون من خبر داشتم که مرحوم ایوز پولی از هیدر گرفته بود که او هم بیشاره از کسی قرض کرده بود آن را به او دادم که نکند ناراحت بشود مطلب را از این جهت برای تو نوشتم که نگرانی نداشته باشی و خیالت آسوده باشد که من این پول را دادم چه فرقی می کند بدهی تو بدهی خود من است روی همه شما را می بوسم و منتظر جواب خیلی خیلی فوری هستم خواهر همیشه مهربانت زردین تاج وقتی که مادرم را از شیخ میگیرد و دوباره زیر چادرش میبرد آشکارا میبینم که دستش میلرزد ولی او کاملا خودش را نگاه داشته است خاموش است و از خواننده نامه با همان نگاه خاموش و لرزانش تشکر می او می امو اما میرزا ازهایش را روی سنگ کف سحن به صدا در می آورد قد خمیده را راست می کند و با آه گونه ای می گوید خب این از جون عمر چندان زیادی نکرده بود وقتی که به دنیا اومد من یادمه با گلباجی همسال بود حالا میخوای چیکار کار بکنی بی بی برای اون فاتح خونی می گیری بادرم می گوید نه خبرشو پخش نمی کنم اصلا انگار که خودمم هم, هم نمی دونم. دست کم تا سه روز نمی باس این کارو بکنم چرا؟ نکنه تو هم مثل همون احمد پسرش میخوای لگت به گورش بزنی نه این نیست اون در حق من خوبی نکرده بود ولی هر چه باشه مادر مادره دلیل اون که حالا خبرشو پخش نمیکنم اینه که نمیخوام دامادمون مشقوربان از موضوع اومدن این نامه خبر داشته باشه این هم سر بی آبیه که رزوان امروز تراشیده آن وقت مادرم حال و قضیه آن روز عصر و کاری را که من کرده بودم بی کم و زیاد همه را برای او تعریف کرد. اما میرزا شانه هایش را بالا انداخت و گفت پسر این چه کاریه که می کنی به فرض که شوهر خواهر تو فهمیده که شما در کرمانشاه قرض بالا آوردید که ندادید و روزی باید بدید طوری نمیشه طوری میشه چطور میشه آیا مگر اون میخواست اونا رو بده؟ دوباره شناهیش را بالا انداخت و به حالتی تحریک شده و خشماگین که جز پیری نماینگر چیزی نبود راهش را گرفت تا برود. مادرم شتابان دنبالش افتاده بود و او التماس کرد. اما ایسا حالا به نظر تو من چیکار کنم؟ او برگشت و با همان حالت تحریک شده گفت ایچی از من میپرسی؟ برو بگو خواب دیدم که مادرم مرده و اون وقت ختمش را بگیر ما به خانه برگشتیم تازه وقتی که رسیدیم و توی اتاق رفتیم مادرم صدای فین فینش بلند شد و شروع کرد به گریه کردن آخر هرچه باشد مادرش بود بعد بلند شد به کمک خدیجه جعفر را بردم لب بالوه تا لباسایش را که کثیف کرده بود از تنش درآورند و بشویند بیشتر مشتری های دکان ما زائران و مسافرانی بودند که از روزهای اطراف به زیارت شازده احمد می آمدند و یک یا دو شب در آبادی ما اطراق می اینها هر روز هفته که می آمدند می تا لعقل شب جمعه را که شب برات بود و زیارت ثواب بیشتری داشت آنجا باشند و آن وقت روز بعدش به محلهای خود حرکت کنند. این بود که دکان ما روزهای جمعه هم تا ظهر باز بود و من در هفته بیشتر از یک نصف روز تعطیلی نداشتم اگر ارباب من فردی بیگانه بود می توانم با قطع و یقین بگویم که یک روز هم زیر دستش دوام نمیآوردم. کافی بود به مادرم بگویم که او مرا میزند و فخشم می دهد تا بگوید خب پسر من دنیا رو برای آسایش تو می خوام اگه ناراحتی نرو. اما مادرم به من می بر چی کار میکنه که میزنه؟ لابد یه کاری میکنه که تو رو میزنه. چوب استاد گله هر کی نخور خله. او فقط دلخوش بود که مرا از میان کوچه جمع کرده است. و چون یقین داشت که تمام روز مثل نقل درگاه به در دکان میخکوب شده و جای دیگری نمیتوانم بروم نگرانی هایش رفع شده بود. حالان که خودم اینطور فکر نمیکردم اگر مشغربان داماد ما بود من هم حالولت داماد بودم. انتظار داشتم او با من مثل یک دوست، یک برادر زن رفتار کند. ولی این انتظار بیهوده بود. من خبر نداشتم که او خواهرم را هم میزد. مادرم خبر داشت ولی به ما نمیگفت. یک روز مشخوربان به من گفت شما بچه ای مثل خود اون مرحوم همه تون عوضی و خرفتید. هر چیزی رو باید با مشت و تو مغزتون فرو کرد. و از اینجا حس کردم که او با زهرا هم همین رفتار تند و خشن را داشت روزها و ماها پشت سر هم می آمد و می رفت و من زنجیر سرد و سنگینی را که از این چاگردی تحمل فرسا به دست و پایم بسته بود صبح به صبح با خودم می کشیدم به دکان می بردم و غروب با هم و زنجیر که هم به سنگینیش اضافه شده بود به خانه بر می گشتم. مثل زندانی سیاچال های قدیم این زنجیر حتی در خواب هم به پا یا به گردن من بود که رؤیاهایم را به شکل کابوس در می آبرد مشقربان خیلی زود خشم بود تا اشتباه کوچکی از من میدید چشمهایش کاسه خون میشد و با مشت و لگت به جانم میافتاد. فقط نسبت به من اینطور بود و یا شاید هم نسبت به خواهرم زهرا نسبت به هیچ کس دیگر اینطور نبود اینک شما فکرش رو بکنید بعد از گذشت بیست دو ماه که من پیش او شاگردم اگر مقایسه کنیم شاید هیکلم نامحسوس کمی بزرگتر شده است ولی کاری که کاری باشد یاد نگرفتم گلگیبه را خوب میزنم و دکان را طوری جارو میکنم که یک ذره خاک از زمین بلنده میشود مشتری را تا به در دکان می قبل از آنکه لب تر کند و قیمت چیزی را بپرسد از همون طرز نگاهش می شناسم که خریدار است یا طلب کننده ی وقت. مشخوربان در رفتار با مشتری نه سرد بود نه از بازارگرمی زیاد خوشش می آمد. از نیمه پاییز تا شب عید بیشتر وقت او روی کارهای پاردوزی و تعمیر کفش‌های کهنه مشتری ها می گذشت. و اگر ملکی می میدوخت آن را کنار می گذاشت برای شب عید و اول بهار که فصل فروش ما شروع می شد در مدت این 22 ماه زندگی خانوادگی ما نه فقط رو به بهتر شدن نرفته بود بلکه بدتر هم شده بود مادرم همچنان به کار نانپذیش اش توی خانه ها ادامه می داد زهرا که شیر به شیر میزاید دو بار سر خشت رفته بود یک پسر و یک دختر آورده بود که چله خود را نگذرانیده هر دو مرده بودند دوی این اصل خواهرم غم زده و دلنگران بود خب یکی به یکی میگوید مگر نخریت مرده است نخری به لفظ محلی ما ها یعنی بچه شکم اول حالا اینکه خواهرم بچه دومش هم مرده بود مطمئن نبود که سومیش را اگر آبستن میشد و میزایید بتواند نگاه دارد بدتر از همه اینکه شوهر خواهرم وضع بی تفاوتی به خودش گرفته بود و نسبت به این غم خواهرم اصلا ککش نمیگذید. مادرم کم کم یک چیز را میفهمید نگه داشتن من در آن دکان وقت تلف کردن بود و من به فرض که بعد از چندین سال شاگردی در آن دکان چیزی یاد می گرفتم. آخر صد یک ملکی دوز می شدم. مگر آبادی ما چند ملکی دوز لازم داشت. همان مشخوربان هم که یک مرد جا افتاده بود و در کسبش چند سال سابقه داشت با پولی که از این راه به دستش می آمد بارش بار نبود. پیش خواهرم و مادرم سازهایی کوک می کرده که به گوش ما خوش نمی آمده. مادرم می ترسید که یک وقت نکند زهرا را و بال گردن ما بکنده و مانند صدها مرد دیگر که دیدی یا شنیده بودیم با امید شغل و درآمدی بهتر کوس دیار و قربت بکوبد و به اسم و بهانه مندی و رگ مردی و ترین بی غیرتی ها و نامردی ها را سر ما بیاورد توی یکی از خانه هایی که مادرم میرفت رفت نانپزی زنی آمد و رفت داشت که وسایل آرایش از اصفهان می و می فروخت. او از ناراحتی های مادرم آگاه بود به وی گفته بود چرا نمیری اصفهان اونجا کارخونه ها کارگر میگیرند تو در این آبادی با این وضعی که داری زمستون رو از سر نخواهی گذروند بچه ها تو برد رو برو به اصفهان مادرم رفته بود امامزاده یا نمیدانم مسجد استخاره کرده بود خوب آمده بود ولی در این خصوص موضوع رو از ما پنهان نگه میداشت زیرا که هنوز به درستی نمیدانست تکلیفش چیست پاییز رسیده بود و ما برای زمستان هیچ آزوقه نداشتیم. ایزم نداشتیم، زغال نداشتیم، لباس نداشتیم. آنقدر مفلس بودیم که موشها هم از خانه ما رفته بودند. ولی مشکل بزرگ ما این بود که حالا قوم و های جدیدی پیدا کرده بودیم و با وجود این بیچارگی ها و دستنگی ها مجبور بودیم جلو آنها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داریم. پیشترها هیچ وقت برای روشنایی شب نفت نمی خریدیم و حتی اگر چراغ ما نفت داشت شب روشن نمی کردیم. آن را اسراف بیهوده می دانستیم که می شد جلوش را گرفت. ولی حالا اینطور نبود. حالا اگر برای شام چیزی نداشتیم بخوریم از زیر سنگ هم که شده بود پول تهیه می کردیم و نفت می خریدیم. که اگر چنانچه داماد ما خودش تنها یا همراه خواهرم ویرشان گرفت و به خانه ما آمدند آبروی خود را حفظ کرده باشیم چراغمان را هر شب با تاریک شدن هوا روشن می کردیم و منتظر نمی تا آنها بیایند و بعد توی دست پادشگی روشن کنیم روشنش میکردیم. منتها فتیلش را پایین میکشیدیم که نفت کمتر مصرف کند برادرم جعفر که تازه دستش به تاخش می رسید می رفت فتیله را بالا می کشید یا گریه می کرد که آن را بالا بکشیم او حالا هم کرم اللهی از این ولخرجی ها زیاد دارد. باقه را تحت کانی کرده بودند. در آنها باز بود که گله های میرفت می رفت به چریدن. در چنین موسمی از سال ما بچه ها معمولا می رفتیم توی باغ و همیشه هم پا ای چیزی برای خوردن پیدا می کردیم. اگر پیدا نمی کردیم می افتادیم به جون پشته های مو و بیرون آوردن لانه های موش که تیرونی ها میگوین قالموش که هر که نیاره شب چره موشه به قالش بچره موش ها پشته های مو را از آن جهت که آب آنها را نمیگیرد و به علت دستی بودن خاکش سوراخ کردنش آسان است برای درست کردن لانه دوست دارند و لانه موش هم که میدانید چقدر بزرگند و همه به هم راه دارند ما یک سوراخ را می دیدیم، چوب توی آن می کردیم، زر زر خراب می کردیم، خاکش را کنار می زدیم و میرفتیم جلو. یک وقت می دیدیم سابخانه جیر جیر کنند زد بیرون که نمی کجا فرار کند. آن وقت ما می فهمیدیم که به گنج رسیده ایم و گنج عبارت بود از مقدار کم و بیش فراوانی از گردو یا بادام که این حیوانات زیانکار به لانه آورده بودند و میان آنها دانه های سالم هم زیاد بود. یک روز صبح طبق معمول من داشتم میرفتم به دکان. دیدم شوهر خواهرم لباس های پلوخوریش را به تنگ کرده و قصد دارد برود به نجف آباد برای خریدن زیره و رویه که ملکی. مرا که دید گفت داکونو باز کنم جا باش تا برگردم. دو ساعت بیشتر طول نمیکشه. هنوز به دکان نرسیده بودم که دیدم دوستم محمود پسر رحمت کودکش با اولاخایش از طرف مقابلم می آیند. اولاخایش بدون بار بودند و او روی یکی از آنها که کوچکتر و زرنگتر از همه بود یکوری نشسته و جفت پاهایش تقریبا به زمین می کشید. زنجیری در دست داشت که بند چرمی آن را خود من درست کرده و به او داده بودم. سه سال پیش چنین موقعی که به کرمانشاه رفتیم محمود از من کوتاهتر بود دستش را که روی پشت اولاغ می گذاشت می بایستی کسی زیر پایش را بگیرد تا سوار شود. ما اذیتش می کردیم. وقتی که بالا می رفت کمی بیشتر به او زور می دادیم. می افتادم بر اولاغ. او هم به تلافی این کاری کارهای دیگر تنگ اولاغی را که ما سوار می شدیم یواشکی شل می کرد که وقت دویدن پالان یک می شد و ما را می انداخ. اما همان محمود حالا چنان قدی کشیده بود که وقت سواری اگر الاغ کوچکتر بود پایش روی زمین کشیده میشد با خودم میگفتم اینها هم از برکت آزادی است که او دارد و من بال و پر شکسته با این نانی که مادرم به دامانم گذاشت از آن محروم شدم. به هر حال خواه نخواه با دوستم وارد صحبت میشوم میپرسم چطور خالی مگه بار نداری میرم فیانیون بار کمی میارم اگه با من بیای که اونجا سوانی خوبی میکنی. نه نمیام باید برم دکون مش خوربان رفته نجف آباد گفته تا برمیگردم جایی نرو من خوربان که مر گرده؟ دو ساعت دیگه به تا دو ساعت دیگه من چهار نفر به تیرون میام و برمیگردم میگردم امروز تا شام هیزم کشی دارم اگه تعطیل بودی حسابی سواری میکردی آدم که نه از شوهر خواهر خودش انقدر به ترسه دوم است که این جمله وسط انگیز را به من میگوید صدایش همچنان تو دماغی است و وقتی رگ های گردنش میستد آدم خیال می کند عصبانی است بگویم با تو میام ولی فقط تا بیرون آبادی و فورم بر میگردم و تیز و بس سواده یکی از اولاخا میشوم حالا درست یادم نیست که دو ساعت قیبت کردم یا بیشتر و موقعی که برگشتم دقیقا چه وقت ظهر بود اما همینقدر میدانم که همراه او تا اسپیا جون رفتم ولی چون دیدم خلاف آنچه که به من گفته بود کارش معطلی دارد پیاده و با خلق تنگ به تیرون برگشتم. وقتی به در و دکان رسیدم دیدم شوهر خواهرم آنجا ایستاده است. شاید چند دقیقه ای بیشتر نمیگذشت که آمده بود. ولی چشم داشت دو کاسه خون. دیدم تقصیری کردم که با هیچ عذر و بهانه‌ای ای نمی شود رفع و اش کرد. فورا به دروغ متوصل شدم و به لکنت افتادم. کلید گم کرده بودم. به خدا کلید گم کرده بودم. دیروز غروب رفته بودم سر جوغشا فکر کردم شاید اونجا انداختم پیداش نکردم به خدا شاید در قیافه هم چیزی بود که لو میداد او که یک کلمه از حرفها و قسمهایم را باور نکرده بود به طرفم آمده دندانهایش را روی هم فشرده بود گفت تو بای خودت چطور اونجا رو گشتی بیوده سعی میکرد با خونسردی ظاهری فریبم دهد و به دامم اندازد عقب عقب رفتم و به طور آجزانه ای گفتم نه نه دروغ نمیگم میخواستم یک لحظه قافلش کنم و کلید را دوزانه توی جوی آب بیندازم در حقیقت هم آن را توی مشتم گرفته بودم یک نگاه به او میکردم و یک نگاه به جوی آب که منگ و بیصدا از وسط کوچه میگذشت ولی نمیدانم چه شد و چه از مغزم گذشت که ناگاهان آن را جلوش انداختم و بیان که کلمه دیگری به زبان آورم با تمام نیرویی که داشتم پا به فرار گذاشتم انداختم تو کوچه پس کوچه ها که نتواند دنبالم بیاید و ردم رد را پیدا کند و یک سر رفتم به خانه عموی مادرم میرزا علی نقی مادرم که ظهر از قضیه با خبر شده بود شب به خانه امو میرزا آمد ولی من رو کراس به او گفتم که اگر بخواهد روی این موضوع پافشاری کند و دوباره به دکانم بفرستد تصمیم های دیگری خواهم گرفت او هم ترسید و کوتاه آمد اولین بار بود که ناراحتی خود را از رفتن به دکان ملکی دوزی شوهر خواهرم اینطور آشکار و جدی به زبان می آوردم. تا این زمان بارها و با بارها مار مرده توی دست و پای مادرم انداخته بودم که به اسفهان خواهم رفت. یک بار در جریان دعوای مختصری که بین من و او سر نان پیش آمد. من به حالت قهر گیوه هایم را ورکشیدم و راه افتادم. مادرم با چادر عوضی که از یکی از همسایه ها گرفته و به سر کرده بود دنبالم راه افتاد ببیند کجا می روم و سرانجام چه قصدی دارم. او را شناختم. در این حال که از این حرکتش خنده ام گرفته بود درم به حالش سوخت. همراهش به خانه برگشتم. باری یک هفته از این میان گذشت من روزها خودم را رو به بازی با خدیج و جعفر مشغول می کردم و مطلقا از خانه بیرون نمی آمدم می ترسیدم نکند با شوهر خواهرم روبرو شوم و دوباره مجبور شوم به دکان بروم مادرم مشغول گردآوری خانه بود مقدار زیادی از وسایل به درد نخور ما را یا فروخت یا برد خانه امو امانت گذاشت یک دیگ و مجموعه مسی داشتیم که مادرم بدون اطلاع ما پیش دامادمان سه تومان گرو گذاشته بود و بعد از این کارها مادرم به فکر وسایلی افتاد که میباید با خودمان ببریم گلیم و مفرش و خیلی چیزها را شست قصد داشت لحاف کرسی را بشوید اما چون آفتاب جان نداشت و روزها کوتاه شده بود ترسید به این زودی ها خشک نشود از شستنش چشم پوشید مثل همان زمان که قصد رفتن به کرمانشاه را داشتیم در چاه را گذاشت که مرغ و خروس همسایه یا گربه و موش توی آن نیفتد از وسایل و پرتایی که جا می یکی تاپوی بزرگی بود توی بدبخت هاون سنگی با دستش توی ایوان دستگاه بافندگی مادرم توی اتاق کناری مادرم کلید را به زهرا داد که هر چند وقت یک بار سری به خانه بزند البته همراه کسی نه خودش تنها و اگر چیزی هم از خطوپرت های جامانده لازم داشت برای خودش ببرد ظاهرا این آخر داستان ما بود در تیرون و صبح روز بعدش قبل از سر زدن آفتاب و بیدار شدن آبادی بدون آنکه از فامیل و غیر فامیل هیچ کس به بدرقه ما آمده باشد به اصفهان حرکت کردیم ما با یک گاری دو اسبه چهار که چند که بار سنگ داشت و جوانک زمخت بددهنی هدایتش میکرد کرد و ها ظاهرا از معدنی در همان حول و خودمان بود زندگیمان را بار کردیم و راه هموار اسفهان را در پیش گرفتیم دوباره در وبام خانه را بستیم مثل سه سال پیش قرآنی توی جلد روی در چاه گذاشتیم مثل سه سال پیش آب حوز را خالی کردیم مثل سه سال پیش کلید کلون را به زهرا خواهرم سپردیم با او روبوسی کردیم و رفتیم سر جاده منتظر آمدن هر وسیله ای که می آمد شدیم که اتفاقا آن گاری رسید تی کردیم و سوار شدیم و آبادی را با جفت گل دسته های زیبایش پشت سر نهادیم ما یک گلیم داشتیم و رخت خواب و بعضی پرتایی از قبیل کرسی منقل گلی چراغ لامپا استکان نلبکی و قوری که البته بس خورده بودند و اگر توی کوچه دم در حیات میگذاشتی هیچکس رغبت نمیکرد نگاهشان بکند با این وصف همین استکان نلبکی و قوری بس خورده آنقدر برای ما اهمیت داشت که مادرم با چراغ لامپا خودش آنها را نگه داشته بود که نکند در میان راه بر اثر بیتوجهی بشکند و دست ما بسته بماند مادرم در خانه که بودیم شب به شب خودش چراغ را روشن میکرد تا آنجا که به یاد دارم در میان غمها و ناکامیها یکی از خاطرات خوشم در آن دوران ساعتی بود که پردی شب رفته رفته فرو میافتاد و مادرم چراغ لامپای ما را که تنه کوتاه فیروزه ای داشت میآورد نفت میریخت اش را با دهان ها می کرد و با کهنه ای دقت تمیز می کرد و دوباره تاقشه می گذاشت تا لحظه ای که باید آن را بگیراند. یک بار که او دیر آمده بود و من لوله را برداشتم چراغ را روشن کردم ولی وقت گذاشتن لوله به سرپیچ برنجی فشار آوردم زاقش ریخت. خوب به خاطر دارم که دو سه هفته ما با همان چراغ زاق ریخت سر می کردیم. مادرم هیچ وقت آن را توی سینی روی کرسی نمیگذاشت توی تاخشه هم که بود به ما تشر میزد تند راه نروید لوله چراغ میافتد حالا اینکه خریدن زاق از اتاری و چسبیدن آن سنار خرج داشت مادرم صد خرج دیگر میکرد ولی زورش میآمد این سنار را بدهد و بالاخره نداد تا اینکه خود لوله افتاد شکست و آن وقت مجبور شد به جای سنار ده شاهی بدهد. هر یک از وسایل بی مقدار تو سری خورده ای که ما همراه داشتیم تصویری از زندگی خود ما و پاره ای از وجود خود ما بودند و درست به همین علت تا زمانی که می شکستند یا کهنه و فرسوده می شدند، و دیگر چندان به کار نمی آمدند نمی از آنها دل بکنیم و از خود دورشان کنیم گویی آنها هم درک و روحی داشتند و به دلیل همان دلبستگی ها نمیخواستند از ما جدا شوند. باری طرف صبح بود که ما از تیرون راه افتادیم. آفتاب با پرتو طلایی درخشانش از روبرو رو توی صورت ما بود. شبنم‌های های بامدادی که های برهنه اطراف و سطح جاده شوسه را مرتوب کرده بود که حالا با بالا آمدن آفتاب بخار میشد و به هوا بر میخواست. بخار دهان اسب هم که دو تا بودند پیدا بود. یکی از این دو اسب که لبای آویخته و موهای سفید روی پیشانی و شقیقه هایش حکایت از پیریش میکرد. پیوسته سرش پایین میافتاد و فرت و فرتش بلند بود. اما اسب دیگر شنگل بود. جاده ناسافی ها و دستندس های کوچکی داشت ولی هموار بود و اگر ماشینی حرکت میکرد بیشتر از طرف اصفهان بود که به طرف جنوب یعنی سمت مخالف ما میرفت دیکا و سنگ ریزه های کف جاده مثل سرابی از دور برق میزد و در چشمهای ما منعکس میشد چون گاری تکان زیاد داشت و سنگهای زیر ما بالا و پایین میپریدند به سختی ناراحتمان میکردند مادرم از گاریچی خواهش کرد کمی آرامتر براند. او اخمهایش در هم رفت و مدتی با خودش قر زد ولی سرانجام رضایت داد و از سرعت از پا کاست. ممه کاشان و ره ره اسفهان این جمله را اولین بار از ذهن شوهر خاله هم کل ناصر قولی در کرمانشاه شنیدم. حالا واقعا تصدیق میکنم که اسفهان چه راه همواری دارد. سرهای دو اسب میافتد و دوباره راست می شود. می افتد و دوباره راست می شود. چرخهای جلو و عقب در محورهای روغن خورده و خاک گرفته می گردند و های نرم روی جاده می که از صدای آنها گنجشک های خاکی رنگ صحرا از زیر بوته های خشک بر می خیزند آوازی سر می دهند و پرواز می کنند. اینجا و آنجا زاخشه دیده می شود. که تا آخرین لحظه رسیدن و گذشتن ما همچنان سر جای خود توی کشزار میمانند و شتابی برای برخواستن ندارند. خرامان راه می روند، صدا می کنند و دومشان بالا و با پایین می روند. این دومی بار است که ما با گاری به اصفهان می رویم. اما این بار دیگر پدرم همراه ما نیست. شاید روح او به شکل پرنده یا پروانه ای بر فراز سر ماست. ما و با ما حرکت می کند تا بداند حالا که منزل و معوای آشنای دیرین را ترک می کنیم و به سوی سرنوشت نامعلوم دیگری می رویم لعقل کی و چگونه به مقصد می رسیم و کجا منزل می گیریم شاید نیز او که با عالم بالا بستگی دارد از همین حالا میداند که خانواده بی سرپرستی که خود توی این دنیای خاکی به جنهاده است سرنوشتش چیست و از این تلاش ها و تکاپوها چه نصیبش خواهد شد. مادرم در تمام طول راه خودش را پیچیده بود توی مفرش. لبهای نازک و بیخونش را سخت فشرده بود روی هم و سعی میکرد با ما حرف نزند و یا کاری نکند که احتیاج به توضیح و حرف داشته باشد. گویی میترسید اگر به کلامی لب بکشاید مرد بیگانه یعنی گاریچی که از غذای بعد به نظر نمی آمد آدم خوبی باشد پی به بیپناهی ما که کار و بار و حتی مقصد معینی نداشتیم ببرد و آن وقت به فکر بیفتد از این موضوع به نفع مقاصد خود استفاده هایی بکند مادرم درمانده و پریشان بود ولی نه از نوع آن درماندگانی که به هر کس میرسند در طلب چاره یا فقط محض جلب همدردی سفره دل میگشایند و مصیبت ها و ماجره های تلخی را که بر سرشان گذشته جز به جز برای آنها باز میگویند هوا سرد بود ولی ما انقدر که از سنگ های زیر ما ناراحت بودیم نگران سرما نبودیم خواهرم خدیجه که در این موقع ده سالش بود برادر دو سال و نیم من جعفر را نگه داشته بوده. گاهی که دستش از زیر چادر بیرون میمان یخ میزد با دهان آن را ها میکرد نو که دماغش هم سرخ شده بود. مادرم نگاهش میکرد و میگفت سرتو به چسبون به پشت من که باد به صورتت نخوره. اینقدر مفتو بالا نکش. مادرم خودش کت پدرم را پوشیده بود و یک کلاه پشمین برای من بافته و مثل جوراب به سرم کرده بود که در روی گوشهایم پایین می آمد چون پشم آن زبر بود و پوست صورتم را ناراحت میکرد زورم میآمد گوشهایش را پایین بکشم ولی بعد عادت کردم آرخالوغی به تنم کرده بود که کار پالتو را با هم میکرد چون بزرگ شده بودم کوچک و تنگ شده بود و سینه و پهلوهایم را میفشرد و مثل عروسکی که زیاد پنبه توی چپانده باشند بازوهایم را به طرز خنده آوری بالا آورده بود مادرم میان بچه ها چه از حیث خوراک و چه از حیث پوشاک روی هم رفته به من توجه بیشتری داشت شاید از آن جهت که پسر بودم و در یک معنی مرد خانواده به حساب می آمدم قبل سفر کرمانشاه که برادرم زنده بود به خاطر شفای او از دعا نویس توی امامزاده دعایی گرفته بود که توی لوله چرمی بود حالا کاری به این نداریم که شبها این دعا همیشه زیر سر او بود تا هر کدام از ما بچه ها میکرد، می کرده یا سرش درد می گرفت آن را می زیر لباس روی بازویش می بست. ورد می خاند و در دل نیت می کرد که به یمن دعا بیماری هرچی زودتر از سرش دور شود دواهایی که در این گونه موقعها به ما میداد عبارت بود از آب تربت که میان آن یک انگشتر عقیق پنج تن هم انداخته بود دواهای گیاهی مثل گلگاف زبان یا خاکشیر یخمال که تابستان شفای هر دردی بود به هر حال در این موقع چون آسین های آرخالق من تنگ بود مادرم عوض روی بازو لوله دو آرازیر پیراهن به گردن انداخته بود نه, نه آخه من که ناخوش نیستم یه سه زمختی رو همیشه باید رو سینم حس بکنم اگه فکر میکنی این لوله چرمی یا خط نوشتهایی که توش گذاشتن فایده داره چرا خودتونو نمیبندی؟ این حرفی بود که من صبح آن روز قبل از حرکت به مادرم زدم وقت گفتن آن یاد داستانی بودم که در یکی از آبادی های محال ما برای یک زن اتفاق افتاده بود زنک بچه شیرخاره ای داشت که خیلی گریه و بیقراری میکرد، و لحظه ای آرام نمی گرفت. از آن شیادان و بازانی که زیر نام های گوناگون فالگیر، رمال، دعانویس توی دهات راه می افتند و جیب اهالی بیخبر و بیچاره را خالی می کنند، یک نفر گزارش به این آبادی افتاده بود. زن در مقابل منی کشک از او دعایی گرفته بود و به گردن تفلش انداخته بود. دست بر غذا گریه یه, یه طفل ساکت شده بود در آن آبادی تصادفا کودک شیرخوار دیگری هم بود که همین درد را داشت و مادرش را زله کرده بود از این زن پرسیده بود چه کار کرد که بچه از ساکت شد موضوع دعا را برای او باز گفته بود خب حالا که مرد دعا نویس رفته بود و به این زودی ها هم معلوم نبود برگردد چه مانعی داشت اگر همان دعا را باز میکردند و به وسیله یک نفر سواددار هر چه نوشته بود روی کاغذ دیگری می نوشتند و به گردن این یکی می انداختند. دعا را باز می کنند. وقتی که می میبیند نوشته است زنکه شلخته بی تنبون بچت و بزار تو, تو ننو به جنبون قرض من به کشک یک منه چیکار به گریه کردنه گریه کنه به من چه خنده کنه به من هر حال ما با آن وضعیت آفتاب غروب کرده بود که وارد شهر شدیم توی خیابانها تک و توک آدم دیده میشد که یقه کت یا پالتوها را بالا کشیده و قوز کرده و دست در جیب به طرف خانه های خود می رفتند. به نظرم اصفهان سردتر و مرتوبتر از آبادی خودمان می آمد. حالا بوی زایندرود را می و در سایه روشن آغاز شب زیر پرتو چراغهای برق یک پل بزرگ آجوری را به چشم می بینیم که گرده ملایمی دارد و چشمه هایش تمام طول آن با شکوه فراوان نمایان است. از روی پل رد میشویم. شویم. گاریچی کنار خیابان نگه میدارد و به طرف ما برمیگردد. اینجا پل مارنونه خیابان دست شب بگیرید چند قدم که رفتید و همونجا که میخواستید میرسید سیچون مگه نمیخواد برید به سیچون مادرم گفت چرا سیچون من با تو تا سیچون طی کردیم گفتی ما رو یه راست میبری به در خونه که میخوایم تو از من دوازده تومن پول میگیری رک گردن مرد میایستد دوازده تومن نه و هفده تومن نه تو گفتی هفده تومن من گفتم دوازده تومن و تو گفتی سوارشید حالا برای من دبه بالا میاری؟ خب بده ببینم لعنت بر هر کس که دبه در میاره همون دوازده تومنه بده باید ما رو ببری به سیچون باجی به تو میگم سیچون هم اینجاست من بار سنگ دارم باید از راه روی پل برم اگه دیر برسم صاحب سنگ میبنده و میره پی کارش وقت بعد فردا یه نصف روزم بیکار شم تا بتونم کرایم رو بگیرم اگه تو به من نگفته بودی آهسته تر حرکت کن حالا دو ساعت بیش به شهر رسیده بودم و اسبام تو سر استراحت میکردن این تو بودی که به من گفتی آهسته برون و من چون دیدم زن ضعیفی هستی و بچه کوچک هم داری دلم سوخت و قبول کردم حالا چی میگی؟ پیاده میشی یا نه؟ گاریشی با این گفته تند از جایگاهش به زیر آمد شاید به این قصد که اسباب با اساس ما رو پایین بیاندازد. رهگذری ایستاده بود و به دعوای میان ما و او گوش می کرده. چون مادرم علیه هارتوکوت نبود یا دست کم در آن موقع نمیخواست باشد او هم ظاهرا اینطور گمان کرد که حق با گالیشی است چپ چپ به ما نگریست و در حالی که راهش را می گرفت و می رفت لغوز بار ما کرد پول دادیم تا پای آخر سواره خواهیم رفت مادرم که وضع را این طور دید از روی ناچاری پول را داده کرسی و رخت خواب را زمین گذاشتیم و گاریچی با صد جور فخش و اشتلم که بر زبان داشت ای کرد و رفت همان آغاز صبح که سوار این گاری می شدیم با او طی می کردیم می دانستیم دوازده من پول خیلی زیادی است اگر حوصله می کردیم و می ایستادیم که ماشین می رسید علاوه بر اینکه آن همه صدمه را نمی کشیدیم و اینطور به شب نمی افتادیم کرایه کمتری هم می دادیم. اما ترس ما این بود که نکند یک وقت اصلا ماشین نرسد یا اگر برسد ما را سوار نکند سر ما را بخوریم و به شهر هم نتوانیم بیاییم این بود که با اولین وسیله ای که دیدیم قنیمت دانستیم و هر قیمتی که گفت سوار شدیم به هر حال اینک ما در اصفهان بودیم با آن بار و اساس کذاب و کذاب یک قدم می رویم و یک دقیقه می ایستیم تا نفسمان جا بیاید چه خوب بود وسایل بیشتری همراه نداشتیم وگرنه حالا می باید در پیاده رو سرد خیابان بنشینیم و ازای آنها را بگیریم یکی توی سر خودمان بزنیم یکی توی سر آن وسایلی که مثل زین اسب مرده باید روی دوش صاحبش سوار بشود سرانجام بعد از طی سه خیابان و پرسجو از هر کس که میبینیم به کوچه ای می رسیم که دروازه محله سیچون است. سیچون و حسین آباد در قرب اسفهان که ناحیه پنج می گویندش. مادرم نشانی خانه ای را که می باید برویم دارد. کرسی و گلیم را من نگه داشتم، رخت خواب و منقل و شکستنی ها را او. خدیجه هم یک دستش بچه را گرفته است که خودش گامگام گام راه می رود. یک دستش سفره نان را. زیرا فراموش کردم بگویم که ما از تیرون که حرکت کردیم به قدر دو من نان لواش با خود داشتیم با مقدار کافی شامی کباب که چندتای از آن را توی راه خورده بودیم مادرم که به علت دستگیر بودن رخت خوابها و سنگینی منقل بیشتر از همه ما خسته شده است سر یک کوچه میستد نفس نفس میزند مثل زمانی که تابستان بود و در نانوایی ملا خدا داد کار می کرده. تونتوند از روی سینه پیراهنش را باد می دهد. می گوید منو بگو که می خواستم هاور سنگیم همرام بیارم. می گفتم لازم هم می شه. سبر کرد تا خدیجه هم رسید. آن وقت به ما گفت شما هنجا بشینید و جایی نرید. من میرم خونه رو پیدا می کنم و برمیگردم. می گردم. جایی نرید از پهلوی اساس جمع نمی او رفت و طولی نکشید که برگشت از همون دور که میآمد می توانستیم حدس بزنیم که بینتیجه برنگشته بر است با این وصف من و خواهرم وحشت داشتیم که نکند خانه را پیدا نکردی یا اگر کرده جواب درستی نشنیده باشد زنی همراهش بود چاپ که صورت استوانه یه دراز داشت که به نظر می آمد با گردنش یکی بود نه چادر به سرش بود نه چار قرده. کتی پوشیده بود با دامن بلند از جنس همان کت که تا روی کفش هایش می آمده. در حالی که به ما کمک می کرد و قسمتی از وسایل را بر می داشت و به دست می گرفت گفت آه بچه های من را طولانی سختی اومدی حالا استراحت می‌کنید؟ خستگی خستگیتون از تنتون در میره. مادرم گفت فاطمه خانم من به محل آشنا نیستم نمیدونم دکون بازار کجاست آیا باید برای خرید به خیابون برم؟ او در حالی که کرسی را در یک دستش گرفته بود به کمک مادرم سر دیگر رخت خواب را گرفت پرزور و چابک و آموخته به کار بود گفت شما امشب احتیاج به بازار و دکون ندارید من چون منتظرتون بودم قضیه مختصری برتون درست کردم دکون بازار از خونه دور نیست فردا که روشن شد سر و سله میریم بهتون نشون میدم که بدونید از کی خرید بکنید از کی نه محبت این زن فورا در دل ما نشست مادرم از او تشکر کرد و گفت ما هنوز غذای زارمون رو داریم از این گذشته بچه ها خستن به چیزی که احتیاج دارن استراحته گاری پدر ما رو در برد ما از تیرون که حرکت کردیم میدانستیم شهر ده نیست و در اصفهان میباید هر جا بنشینیم کرایه بدهیم خانهی که به راهنمایی و پادر میانی آن زن فروشنده وسایل آرایش که خدا خیر به راهش بیاورد اینک آمده بودیم متعلق به همین فاطمه خانم و شوهرش بود که چند سالی میشد ساخته بودند ولی هنوز آجر دیوارهای آن را بند کشی نکرده بودند خانه خیلی چیزهایش هنوز ناقص بود با وضع موقت اولیه که داشت میبایست تکمیل شود زمین باریکی بود به ارزشایت 20 و طول 100 متر که 18 تا اتاق تکی یا جفتی وسط آن ساخته و دورش را دیوار کرده بودند. در طول دیوار چهار در داده بودند با یک مستراح و دستشویی منبعدار بغل هر کدام. مستراح از سطح زمین چند پله ای میخورد و بالا میرفت و انبارک آن از بیرون یعنی میان کوچه باز میشد که دریچه ای آهنی به شکل اوریب میخورد و دورش سمنت بود. تمام واحد یک آبانبار بزرگ داشت که با طلومه دستی آب را میکشیدند و داخل حوزشه های که کنار دیوار بود میریختند برای مصرف خوردن و شستشو و ساختمان به طور کلی هنوز برق نگرفته بود. ساختمان اتاقهای جفتی خالی هم داشت که از نظر عده بیشتر مناسب حال ما بود ولی مادرم برای آنکه کرایه کمتری بدهد و هم از این جهت که زودتر گرم میشد یک اتاق تکی گرفت به ماهی دو تومان فاطمه خانم به مادرم گفت شما جمعیتتون زیاد نیست به همین جهت اتاقی به شما میدم به همسایگی یه خانواده کم جمعیت تا بتونید با هم بسازید همسایی بغل دستی ما زن شوهری بودند اصلا اهل یزد با یک بچه که تازه دندان درآورده بود زنک با آنکه جوان جوان نبود تازه عروس بود شب اول که ما وارد شدیم خودش را علاقمند به این موضوع نشان نداد که همسایه تازه برایش پیدا شده است جلوی اتاق ما ایوان درازی بود با تاق سرتاسری تیرپوش و ستونهای چوبی رنگ نکرده که به اتاقهای دیگر و همسایه های دیگر مربوط می شد و میان ایوان جلو هر اتاق غیر از خرت و پرت و کاسه کوزه کفش کم و زیادی ریخته بوده که نشان دهنده و بازگوینده عده ساکنین داخل اتاق بود ما چون اولین بار بود زندگی کرایه نشینی اختیار می کردیم مادرم بلد نبود از صاحبخانه، در باری مشکلاتی که ممکن بود داشته باشیم پرسش بکند مثلا اینکه کجا باید آشپزی بکند یا لباس بشوید و بعد کجا این لباس ها را برای خشک شدن پهن بکند و از این قبیل چیزها تنها چیزی که همه ما آن شب دنبالش بودیم جایی بود که برسیم و فورا روی زمین بیفتیم و به خواب برویم فاطمه خانم که با یک چراغ بادی آمده بود تا اتاق را تحویل ما بدهد بعد از آنکه مادرم دوباره تعارفش را برای شام رد کرد چراغش را به ستون چوبی میان ایوان زد تا ما که هنوز به پله آشنا نبودیم هنگام رفتن به حیات زمین نخوریم مادرم گلیم را پهن کرد رخت خواب را که عبارت از دو توشک و یک لاف بزرگ بود گشود و برای آنکه صاحبخانه بتواند هر موقع دلش میخواد چراغش را ببرد در اتاق را بست و گفت حالا هر کس میخواد میتونه بخوابه او گفتم نه نه مثل این که هنوز از ناراحتی کار اون یارو مردک بیرون نیامدی گفت گادی چی رو میگی نه اون قدم ناراحت نیستم تو این فکرم آیا فردا کاری به دست میاریم یا این همه راه مفت رو اومدیم باید برگردیم گفتم نه, نه منم هم همین فکر رو میکردم ولی اگرم کاری پیدا نکنیم از همین حالا میگم که به هیچ قیمتی حاضر نیستم با آبادی برگردم حتی اگر اینجا از گرسنگی بمیرم او جعفر را توی دل خود خوابانده بود یک دستش توی موهای او میگشت دست دیگرش را دراز کرد روی سر من گذاشت و گفت پس بهتر حالا هیچ فکرشو نکنیم وگرنه تو صبح به خواب نمیریم یا اگر به خواب بریم خوابایی پرت و پلا و حراسناک میبینیم دعایی رو که میخونم توی دل بگو تا صبح راحت و آسوده بخوابی سر بزشتیم بر زمین بر زمین نازنین کس نیاید خواب ما جز امیرالمؤمنین. المؤمنین دور خواندیم و چشمها را رو روی هم گذاشتیم صبح که بیدار شدیم آفتاب هنوز نزده بود